تحولات در کشورهای منطقه، مخصوصا تحولات در ایران، به کدام سو در حرکت است؟ تبعات و تأثیرات این تحولات بر افغانستان چیست؟ این پرسش ها و پرسش های از این دست را در یک گفتگوی ویژه با استاد محمد جواد سلطانی در میان میگذاریم. استاد محمد جواد سلطانی سالها در دانشگاه ابن سینا جامعه شناسی تدریس کرده و همچنان یکی از چهره های برجسته روشنفکری در جامعه دانشگاهی افغانستان است. و این گفتگو با من مقیم مهران از روزنامه 8 صبح خوش آمدید. جناب استاد، بسیار تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید. تحولات در کشورهای منطقه، اگر به صورت کلی و با یک نگاه گذرا نگاه بکنیم، با کدام سو در حرکت است؟ مشخصا تحولات در ایران، چون یک کشور همسایه ما هست، ما مشترکات زبانی و فرهنگی فراوان با یک کشور داریم. آیا تحولات در ایران به سمت یک انقلاب میره؟ اگر یک انقلاب در ایران اتفاق بیفته، شما کدام نشانه ها را میبینید که از درون این انقلاب یک حکومت غیر از ولایت فقیه بیرون میشه؟ خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان برنامه تا. واقعیت اینه که وضعیت در ایران و وضعیت جمهوری اسلامی ایران بیش از آنچه که ما تصور میکنیم پیچیده و دارای ابهامه. ما وقت از تحولات ایران صحبت میکنیم و یا در واقع از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، باید برگردیم به یک عقبه تاریخی و تمدنی و فرهنگی بسیار طولانی. انقلاب ایران و جمهوری اسلامی ایران حاصل و پیامد مجموعه از تحولات و رویدادهای گوناگون، دیگرگونی ها و دیگرگونی های گوناگون در آگاهی، اندیشه و فرهنگ جهان اسلامه. بنابراین صحبت کردن از پایان جمهوری اسلامی یا از جایگزین های احتمالی جمهوری اسلامی نباید صرفاً به مفهوم پایان یک نظام سیاسی یا پایان یک حکومت تفسیر و تعبیر شود. پایان جمهوری اسلامی به مفهوم اینه که ما مجموعه از تحولاتی که طی چندین قرن در جهان اسلام اتفاق افتاده و در جهان شیعی و در فرهنگ شیعی به شکل جمهوری اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی تجلی و تبارز عینی پیدا کردن، در واقع با یک چیز مواجه است. بنابراین وقتی که شما برگردین به گذشته، ما در جهان اسلام در تاریخ 2 سده اخیر، حتی اقل در جهان اسلام، گرچه به واسه تاریخ پیشینه این ماجرا خیلی طولانی تر هست، با چیزی مواجه هستیم، با پدیده به نام احیا. پدیده به نام احیا وقتی در جهان اسلام شکل گرفت، عموم جهان اسلام در واقع درگیر شد با این که اسلام را به متن مناسبات سیاسی و فرهنگی جامعه های اسلامی برگردانه و اسلام به عنوان یک راه حل مطرح شد. شعار اسلام به عنوان یک راه حل، گرچه نسبش برمیگرده به صورت گزاره اسلام به عنوان یک راه حل به اخوان مسلمین در مصر و به صورت مشخص در جهان اهل سنت، اما زیاد نبریم که مقدمی بر ای و در طی زمانهای پیش از او هم همواره این مسئله مطرح بوده که برای جامعه های اسلامی اسلام یک راه حل. اسلام به عنوان یک راه حل چی چیزهایی را قرار بوده حل کنه؟ این مسئله ساده ای نیست. اولین مسئله ای که مطرح شد، دقت کنیم، این همون نقطه کل تحولات ایران یا چشمانداز تحولات ایرانه که از نظر فکری من یا از نظر روشن فکری و از منظر بحث اندیشه ای به نظر من قابل طرحه. اسلام به عنوان راه حل قرار بود دست کم 2 مسئله رو حل کنه، یعنی 2 مسئله فوری در جهان اسلام رو حل کنه. اول، استعمار خارجی، وابستگی به کشورهای غربی، دوران استعمار و مستعمره بودن جهان اسلام و اینکه نبود استقلال سیاسی و خود ارادیت ملی در جامعه های اسلامی سبب شد که در واقع نگاه بدبینانه نسبت به کشورهای استعمار کرد وجود پیدا در جهان اسلام و استعمار عامل بخش عمده از بدبختی ها و نکبت یا محنت خلم داد شد در جهان اسلام وجود داشت. اسلام به عنوان راه حل قرار بود که
یک نوع استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و هویتی را در جامعه های اسلامی به وجود بیاره. مسئله دومی را که اسلام قرار بود حل کنه و همه احیاگران در واقع معطوفی به حل همین مسائل گوش میکردن، مسئله استبداد داخلی بود. جامعه های اسلامی از یک طرف وابسته بودن به قدرت های بیرونی و به صورت مشخص کشورهای استعمارگر، از طرف دیگر در داخل جامعه های اسلامی گرفتار یک نوع استبداد بسیار خشین و کشنده. بنابراین انحطاطی که در جهان اسلام وجود داشت، عقب ماندگی که در جهان اسلام وجود داشت، بی‌سازمانی که در جهان اسلام بود، محنت عظیم و عمیقی که در جهان اسلام وجود داشت، محصول دو چیز بود یا معلول دو چیز بود. یکی استعمار خارجی عمدتاً و از طرف دیگر استبداد داخلی. همون شعار مشهوری که سید جمال به عنوان یک از چهره های مشهور احیاگر در مطرح کرد همین مسئله. بنابراین پایان، وقتی که صحبت از پایان جمهوری اسلامی هست، صحبت از پایان یک اسلام است به عنوان یک راه حل، اسلام شیعی به عنوان یک راه حل. ما در واقع از پایان یک آرمان شهر صحبت میکنیم که قرار بود این جامعه های اسلامی را، یا در بحث مورد نظر جامعه ایران را، تبدیل کنه به یک آرمان شهر شیعی که ما در تاریخ بارها بارها به صورت یک امر نوستالژیک یک نوع احساس فقدان او در عالم شیعی و در فرهنگ شیعی احساس میکردیم و احساس میکردیم که در غیبت چنین نظامی زندگی در واقع یک معنای یک رکن اساسی کم داره، یک چیز اساسی کم داره. وقتی که ما این کم بود را که نظام سیاسی اسلامی هست، وقتی این را داشته باشیم، بسیار از مسائل و دردهای خود را درمان میکنیم و بسیار از حکمانهای را وجود داره این حل میکنیم. بنابراین وقتی که صحبت از جمهوری اسلامی هست، نه جمهوری اسلامی یک امری هست که یک شبه اتفاق افتاده باشه و با وجود آمده باشه، محصول تلاش ها و کوشش ها و راند ها و فرآیند های بسیار طولانی تاریخی هست، هم از نظر فکری و فرهنگی، هم از نظر تبلیغاتی و هم از نظر نیروی انسانی. استاد، من متوجه این شدم که شما در جملاتی که درباره در کل اسلام سیاسی یا اسلام به مثابه یک راه حل وقتی صحبت میکنین، میگین قرار بود، یعنی به نحوی اسلام آمد ناموفق عمل کرد، موفق نبود. اجازه بدید تکمیل کنم. شما گفتین پایان جمهوری اسلامی. من وقتی میگم پایان جمهوری اسلامی، منظورم از این سخنرانی مورد این است که نباید تقلیل بدیم، ساده کنیم مساله را. اینجا پایان یک نظام سیاسی نیست، پایان یک آرزوه، پایان یک رویای تاریخیه، پایان چندین قرنه یک راه حل، یک بنوان راه حل مطرح شد و جامعه های اسلامی رو به صورت گسترده خود درگیر کرد. خب در عالم اهل سنت، جریان های اسلامی در نهایت تبدیل شد به فرقه ها و گروه های تکفیری که آخرین نمونه و مدل آن داعش یا طالبه. این در واقع اسلام سیاسی در جهان اهل سنت به این سمت کشیده شد که اروپایی ها آن را نام کردن گروه های تروریستی و ترمینولوژی ترور یا تروریست در واقع به یک شکلی در مورد این گروه ها پذیرفته شد و حتی در ادبیات متعارف رایجه. در جهان این حرکت ها، حرکت احیا در مجموعه خود در جهان شیعی منجر شد به تأسیس جمهوری اسلامی در ایران و یک نوع پیوستگی جهان‌های تشیع در یا جامعه‌های تشیع در جهان وجود داشت با همین نظام اسلامی. بنابراین پایان چنین نظامی، پایان صرف دلالت این جمله، پایان یک حکومت نیست، پایان یک رویا هست، پایان یک چیز است که ما دو قرن به عنوان یک راه حل مطرح شد. اما این که شما میگین جمهوری اسلامی چی هست، یا مشکلی که جمهوری اسلامی هست، یا در واقع میگین حل نتانست مسئله رو، ما میگیم که در این باب بهتر است یک نگاه توصیفی کنیم به جامعه ایران. وضع اکنون ایران چیست؟ بعد از 40 سال حاکمیت نظام اسلامی شیعی، بعد از 40 سال یا نزدیک به نیم قرن حاکمیت یک راه حل برای جامعه، وضع اکنون ایران چیست از این بحث؟ این به نظر من این سوال مهمی است و هر نوع پاسخی که ما به این سوال بدهیم، فرجام اون راه حل هم از چشم انداز این از منظر این پاسخ و در اصل سرنوشت جمهوری اسلامی را مشخص می‌کنه. به نظر من یا به تصور من، مسئله اساسی در جمهوری و در وضع اکنون جامعه ایران، چیزی که ما در وضعیت اکنون جامعه ایران می‌بینیم بعد از نیم قرن حاکمیت جمهوری اسلامی،
شکاف میان آرمان و واقعیت، یک فاصله بسیار زیاد میان آرمان و واقعیت. یعنی چی؟ در الهیات شیعی، در تاریخ نویسی شیعی، در فقه شیعی، حتی فهم را که جامعه آرمانی اسلامی داشته، مدل را که یا الگوی مسلطی که در ذهن انسانهای شیعی یا کسانی که پیروان مثلا شیعی از حکومت وجود داره، از نظام سیاسی اسلامی وجود داره، حکومت امام علی یا در واقع مدل حکومت امام علی، این یک چیزی که جمهوری اسلامی برای تحکیم پایه‌های مشروعیت مذهبی و تاریخی خود به آن استناد میکنه و به کرات هم استناد میکنه و در تحولات و حوادث این روزها هم استناد میکنه. بنابراین نام علی با عدالت گره خورده، با مروت گره خورده، با مدارا گره خورده و در نتیجه فهم را که اینها در آگاهی انسانی شیعی و در آگاهی انسانی ایرانی ایجاد کرده بودن این بود که تحت چنین حکومتی و زندگی در چنین حکومتی، زندگی در یک جامعه مبتنی بر کرامت اخلاقی است، مبتنی بر یک نظم عادلانه است، زندگی که در آن عدالت وجود داره، زندگی که در او مکارم اخلاقی وجود داره و در نتیجه از نظر یک نوع معنویت خاص وجود داره در کلیتش که ما اون معنویت را در واقع جهان شیعی برای حکومت حضرت علی و امامان دیگر شیعی قائل بودن. اما واقعیت جمهوری اسلامی این نیست. واقعیت جمهوری اسلامی با این الگوی ذهنی و آرمانی فاصله های زیاد داره. مثلا همین مسئله هست که جمهوری اسلامی ره و حاملان آرمان جمهوری اسلامی ره به نوع توهیگویی وادار کرده. به این مفهوم وقتی که اینا در سخن و در جهان سخن از عدالت علی صحبت میکنن، یا مثلا اون جمله مشهور را که شما بارها و با کرات میشنوین که حضرت امیر گفت که اگر برای به خاطر گم شدن یک خلخال از پای یک زن یهود، اگر کسی از این اندوه یا از این غصه قابل ملامت از سزاوار سرزنش نیست، این گپ در واقعیت حکومت شیعی امروز بی‌معناست، به خاطر اینکه در واقعیت چنین حکومت یا نظام سیاسی دارایی های مردم، سرمایه های عمومی و ملی در واقع به خان یغما تبدیل شده. چیزی رو که شما در عمل می‌بینین، این پروای حاکمان نسبت به اموال عمومی، نسبت به حقوق دیگران به این پیمانه نیست و در نتیجه جامعه ایران اون تصوری را که از حکومت دینی و شیعی داشتن و تصوری را که از این الگو داشتن و الگویی که در ذهن خود داشتن، وقتی با این واقعیت میبینن، این واقعیت یک چیز دیگه است. در این واقعیت اما چهار چیزی برجسته وجود داره: آرمان جمهوری اسلامی، الگوی ذهنی و جهانی را که و حکومت ساختن، نظم ساخته شده در جهان سخن یک چیزه، که عنصر محوری و مرکزی در آن عدالت و معنویت و اخلاق است. اما واقعیت در واقعیت جمهوری اسلامی به نظر من چهار چیز برجسته است. یعنی چیزی که شما در واقعیت میبینین غیر از این تصور یا الگوی ذهنی. واقعیت اکنون جمهوری اسلامی بسیار شبیه اون وضعیتی است که فی المثل عبدالحسین زالنکوب در پایان دوره سامانی یا دوره ساسانی بداشت در واقع جنبندی میکنه در کتاب دو قرن سکوت. وضعیت اکنون ایران بسیار شباهت داره به همون وضع در پایان امپراتوری که در ذکر 1000 سال بیشتر از 1000 سال مطابق تاریخ نویسی ایرانی البته دارم. خب اولین واقعیتی که شما در جامعه ایران میبینین غلبه اوهام و خرافات بر خرد و عقل به صورت سیستماتیک و سازمان یافته. شما مشاهدین که در این سالها قدرت پرسش و مجال پرسش از فضای فکری ایرانی ها تا حد زیادی گرفته شده و به جای آن به صورت سیستماتیک و سازمان یافته تا جایی که در ظرفیت کشور و نهادهای رسمی حکومت بوده به بست خرافات و دامن زدن به اشکال گوناگون از خرافات غیر قابل تصور اونم در جهان امروز فرصت و مجال داده شده. شما مثلا شاید گاهن خطبه هایی را که برخ از امامان جمعه ایران مثلا یا حتی امام جمعه تهران مثلا صحبت میکنن، این نه با عقل سازگاری داره، نه با دین سازگاری داره، نه با علم سازگاری داره، با هیچ چیزی. اما اینا در فضای عمومی و از رسانه های رسمی و مطرح ایران در واقع بهش دامن زده میشن. در نتیجه جامعه ایران به صورت رسمی یک بخش عمده از حاکمان ایران دچار توهمه و به جای پناه بردن یا ارجاع به خرد و عقل،
کوشش میکنه در طریق استناد به خرافات و اوهام و حتی ترویج خرافات. سه تا ویژگی مشترک دیگر رو گزارا بگوین استاد. دوم، مسئله دوم در وضع اکنون جامعه ایران استبداده. جامعه ایران دچار استبداده. حکومتی که مسئول در قبال وضعیت مسئولیت نمیپذیره، یک نظام یک کسالاری که نیم قرن یا نزدیک به نیم قرن و بالای 40 سال به مثلا یک حاکم اون بالا نشسته و در قبال وضعیت اکنون ایران مسئولیت نمیپذیره. این هر کسی مسئول جز نظام سیاسی. نظام سیاسی در واقع وقتی میگیم همون محور و مرجع اصلی قدرته، بلکه این نهادهایی که به تعبیر روشنفکران ایرانی که ایران دچار یک نوع دوگانگی ساختاری هست و اون ساختار اصلی قدرت که متمرکز است قدرت هست، اون پاسخگو نیست. یعنی هر کسی مسئوله، میتونه این مسئول آمریکا باشه، اسرائیل باشه، دشمنان داخلی باشند، دشمنان خارجی باشند، اما خود اینها هیچ وقت شما در یک مورد در مدت 40 سال یا 4 دهه شاهد نیستیم که به صورت واضح مسئولیت پذیرفته باشد در قبال وضعیت. این دوم، استبداد و خرافات نقش مکمل همدیگر را بازی میکنند. پایه های این استبداد وقتی که مشروعیت دینی و الهیاتی آن و توجیه آن به لحاظ مذهبی ثبت و دشوار شد ناگزیر، وقتی که این حکومت با ابتدایی ترین یا بدیهی ترین اصول عقلی و خرد ناسازگاری نشان داد، در نتیجه از خرافات به عنوان یک عقبه مشروعیت بخش و به عنوان یک نوع ابزار اقناع افکار عمومی توجیه افکار عمومی استفاده میشه. این دوم، سومین ویژگی امروز ایران فساد گسترده است، چیزی که در همون دوره هم به تفصیل زمین کو بود. جامعه ایران دچار یک نوع فساد سیستماتیک و گسترده هست. همین مسئله هم هست، فساد گسترده و بی حد و حصری که سبب شده جامعه ایران از نظر اقتصادی، از نظر معیشت در تنگناها و دشواری‌ها قرار بگیره و یک نوع حس فرمان عمومی یا حس محرومیت عمومی در جامعه ایران به وجود بیاد که امروز به اشکال گوناگون خود در به شکل اعتراض‌های گوناگون و فرم‌های گوناگون خود نشان میده. این سوم. مسئله چهارم، ناتوانی حاکمیت از درک واقعیت اکنونه. یعنی چیزی که شما در تصامیم سیاسی، در برخوردها و در مواجهه ها میبینید، این مواجهه ها مواجهه های عقلانی نیست. این برخوردها برخوردها های عقلانی نیست. واکنش هایی را که شما از این نظام در برابر وضعیت میبینید در مسائل مختلف، نه تنها این برخوردها و مواجه شدن نوعی و مواجه شدن عقلانی نیست، گاهن با دروغ و فریب افکار رو میبسرد سیستماتیک هم باهر. شما نمونه های زیاد دیدید، ده ها نمونه در این سال ها شما میتونید در تاریخ ایران پیدا، تاریخ معاصر ایران پیدا کنید که در برقبال واقعیت های بسیار سخت در ناکی در این جامعه اتفاق افتاده و به لحاظی رنج انسانی و دردی که به انسان ها وارد کرده بی‌نهایت گسترده و عمیق ماندگار بوده، اما پاسخی که به اینها داده شده عمدتا کوشش شده که با یک نوع سناریو سازی داستان هایی که واقعیت نداره و داستان هایی که برملا کردن و افشا کردن واقعیت اینها در جامعه این روز و با توجه به جهان آزاد رسانه هایی که در اطراف وجود داره کار آسانی هم هست، در نتیجه اینها پناه بردن به داستان سازی، پناه بردن به روایت سازی و ترویج خرافات. پس استاد اگر که من درست متوجه شده باشم، این که اسلام شیعی و جمهوری اسلامی و مسابقه یک برایند یک روند تاریخی آمده تا اینجا رسیده و با چهار موردی که شما برشمردید، وجوه مشترکی که امپراتوری ساسانی هم روش واقعیت‌های امپراتوری ساسانی با اون چهار تا ویژگی که فعلا شما برشمردید در ارتباط به جمهوری اسلامی، پس میگید اینا نشانه هایی است از زوال جمهوری اسلامی؟ دقیقاً وضع اکنون جمهوری اسلامی این به این مفهومه که بعد نزدیک به نیم قرن سلطه یک نوع خاص از نظام ایدئولوژیک سیاسی برای یک جامعه، وضع امروز ایران اینه. و سوال اینه که چنین وضع قابل دوام هست یا نیست؟ پاسخ روشنه که چنین وضع دوام نیست، قابل دوام نیست. اما سوال اینه، آیا در میانه این همه فساد و خرافات و فریب رگه های از خرد و عقلانیت هنوز پرسش اصلی اینه؟ آینده ایران در واقع در گروه این پرسشه. آیا در وضع اکنونی جامعه ایران
در میان نخبگان ایران، در میان مثلا حوزه های علم دین، در میان روشنفکری، در میان نخبگان و جامعه و نخبگان سیاسی ایرانی کسانی وجود داره که در جامعه به این پیمانه استبداد وجود داره، خرافات وجود داره، فساد وجود داره، گریز از عقلانیت و فرار از فهم واقعیت و مواجهه عقلانی با واقعیت وجود داره. آیا در چنین جامعه ای می توانند یک زمینه گذار مسالمت آمیز فراهم کنند، زمینه بیرون رفت از چنین وضعیت را فراهم کنند، زمینه تکوین و تدوین و بس یک روایت را فراهم کنند که جمهوری اسلامی را آرام آرام تبدیل کنه به حکومت مسئول کارآمد، حکومتی که هم مسئول باشند در قبال سرنوشت شهروندان کشور و هم کارآمد دارای نهادهای کارآمد باشه که بتونه به نیازهای فوری و نیازهای کوتاه‌مدت و درازمدت شهروندان پاسخگو باشه. این بستگی داره به این. چرا؟ به خاطر این عرض میکنم که من وقتی که از اول مطرح کردم که مسئله اسلام به عنوان یک راه حل چیز بود، یکیش این بود که در واقع یک نوع مواجهه با غرب بود، یک نوع رویارویی شدن با غرب بود. اما سوال اکنون اینه که آیا بازگشت به غرب، بازگشت به نظام سیاسی مدل غرب، بازگشت به ارزش‌های غربی که انقلاب ایران و اسلام و انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک راه حل آنها را از صحنه رانده بود، آیا بازگشت دوباره به ارزش‌های غربی برای جامعه ایران میتونه راه حل باشه یا نه؟ این تردید بزرگیه، این تردید مهمیه. ببینید این خطر عمیقاً امروز وجود داره که ایران هم دقیقاً و همون مسیر و سرنوشت کشانده شود دموکراسی و حکومت لیبرال در افغانستان کشانده شود. پروژه کردن رسانه، پروژه کردن رسانه، پروژه کردن جامعه مدنی، تبلیغ ارزش‌های حقوق بشری و دموکراسی و حق رای و امثال هم، این چیزها رو شما دیدیم که گاهن حداقل در تجربه ما و شما در افغانستان به عنوان ابزار و سلاح استفاده شد، به عنوان یک محمل توجیه کننده یک دوره استفاده شد. وقتی که اون عصر و اون به پایان رسید، وقتی قرار شد برنامه تغییر کرد، دیگر کسی نه پروای حقوق بشر را داشت، نه پروای حقوق زن و نه پروای جامعه مدنی رو، و کشور یک دست تحمیل شد به گروه و نیرویی که اکنون شما میبینید و هر روز هم از یک خبر تازه و یک واقعیت تلخ و دردناک تازه میشنوید. بنابراین سوالی که امروز در برابر ایرانی ها قرار داره همین مسئله است که آیا وقتی که اسلام به عنوان یک راه حل، پاسخ به یک راه حل و به عنوان یک روایت رقیب، گفتمان رقیب در برابر لیبرالیزم وقتی مطرح شد، در برابر غرب مطرح شد، آیا و بعد از نزدیک به نیم قرن در چنین وضعیت گرفتار هستیم، آیا راه حل فردا لزوما بازگشت به ارزش‌های غربی؟ این مسئله محل تردید. آره استاد، من میخواستم دقیقاً به همین نکته اشاره بکنین شما که ما وقتی فعالان سیاسی ایران مشخصاً که در خارج از ایران هستن، وقتی به فعالیت‌ها و صحبت‌های اینا گوش میکنیم، متوجه از این میشیم که یک همبستگی یا یک توافق عمومی در ارتباط با نظام پس از جمهوری اسلامی وجود نداره. بنابراین ترس این که دچار خلای قدرت شویم در ایران پس از جمهوری اسلامی هست. چرا؟ بخاطر که این ترس، چرا به مسابقه یک ترس باید مطرح شود؟ این که اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه و فعالان سیاسی مخالف نظام فعلی قادر به تشکیل یک دولتی که مورد قبول در ایران باشه قادر به ازین نشن، آیا ایران نمیره به سمت یک تجزیه؟ برمیگردیم به اون بحث، ولی منظور من این بود که انیس به لحاظ دیدگاه و به لحاظ مسائل اندیشه‌ای بود که این پرسش که من مطرح کردم بیشتر بار اندیشه‌ای داشت تا بار سیاست عملی. منظور من این بود که واقعا چیز میتونه مسئله ایران را حل کنه. تصور من اینه که ایرانی که ایران معاصر دو تا کلان روایت تجربه کرده به عنوان حل مسائل، به عنوان ابزار برای حل مسائل. ایرانی دوران پهلوی ایرانی است که در واقع بر عمدتاً با تمایل به غرب و مطابق بسیار از ارزش‌های لیبرال اداره شده و وجود آمده و نوع نگاهشان هم نگاه به غرب بوده و کوشش کرده. اما ما فهمیدیم که غرب برای جهان اسلام راه حل نبود. همچنان که امروز متوجه شدیم که چیزی را که ما به اسلام به عنوان راه حل می‌دانستیم، حداقل در تجربه های معاصر که در اطراف خود ما می‌بینیم، این راه حل نبود. پس می‌تونه این فرضیه مطرح باشه که مسئله ایرانی راه حل ایرانی داره،
مسئله ایرانی نه راه حل غربی داره نه راه حل عربی داره. به صورت خلاصه مسئله ایرانی باید راه حل ایرانی داشته باشه قاعدتاً. چرا؟ خب طبیعیه در میان یک ملل متمدن جهان ایرانی ها یک از کشورهایی است که دارای سابقه طولانی و بسیار درخشان تمدنی است، در نتیجه دارای یک ذخایر تاریخی بسیار ارزشمند و طولانی، دارای سنتی بسیار رشدار تاریخی و طولانی است. این چنین سابقه تاریخی و تمدنی قاعدتا باید بتانه برای مسائل امروز ایران هم پاسخ درخوری را فراهم کنه. ولی چنین چیزی را ما حداقل در گفته های نمیبینیم. این نگرانی همین است. این دور خود چرخیده ندیگه. ایرانی ها یک بار در سال 1357 برای فرار از ارزش های غربی و برای فرار از وابستگی به غرب و برای فرار از تحقیر و سرکوبی را که توسط غربی خامه شد، دست اندازی ها و مداخلات را که غربی خامه کرد، پناه بردن به نظام جمهوری اسلامی. و این بار دوباره اگر برگرد از نظام جمهوری اسلامی دوباره به همون دامی که در گذشته در برابرش استادن و خزینه ها و تاوان های بسیار نزافرن تا دادن و تا کنون هم چنین هزینه های را میپردازه، آیا این مسئله رای حل هست یا برگشت به خانه اوله؟ یعنی در واقع برگشت به همون نقطه ای که در سال 1357 مردم ایران در و نخبگان ایران و جامعه ایران در برابر او استاد و تاوان. بنابراین این مسئله به نظر فکری قابل تأمله. من فکر میکنم که قاعدتاً با توجه به سابقه درخشان تاریخی و تمدنی ایران و یک سنت بسیار طولانی، من به نظر من میرسه که قاعدتاً باید مسئله ایران راه حل ایرانی داشته باشد. مسئله ایران طبیعتاً راه حل غربی ندارم، چون که ما در افغانستان مسئله ما راه حل غربی پیدا نیست و غرب برای ما در افغانستان راه حل نبود و همچنان که اسلام سیاسی در افغانستان برای ما راه حل نیست که بود بسته. قاعدتاً پس باید خودی سنت و فرهنگ و تاریخ و گذشته و پیشینه اون کشور بتانه زمینه های لازم و عناصر لازم رو برای یافتن پاسخ ها برای مسائل این روز ایران رو در اختیار قرار بده. تمدن ها و اون گذشته پرشکوه تاریخی صرفاً مکان های برای جلب توریست یا گردشگری نیست، صرف آثار باستانی نیست، یک پیام سخن از یک تمدنه، از یک نوع حامل یک نوع خرد و عقلانیته، حامل یک نوع نظم اخلاقیه، حامل یک نوع نظم معنویه، حامل یک نوع نگرش به جهان انسان جامعه و تاریخ و اداره است. بنابراین قاعدتا باید بتانه. اما اینکه گفتین مسئله تجزیه، خب دقیقا این همان نگرانی یا در واقع همون نقطه سقل نگران کننده برای ما در افغانستان و برای تمام همسایه ها و منطقه است. چرا؟ خب ما میفهمیم یک در مورد ایران به صورت خاص در هم در خاورمیانه هم در جهان انگیزه های شرورانه زیادی وجود داره. در طی این سالها دشمنی ها و رقابت های کمی در منطقه وجود نداشته. برخورد ها و جنگ 8 ساله ایران و عراق هنوز همه در خاطرت دارن. تنش های نظامی گاه به گاه که میان غربی ها و ایرانی ها به وجود میاره همه در خاطر دارند. یکی دو، منطقه ما پر است از گروه های شرارت طلب، پر است از باند های قاچاق سلاح، پر است از انبار های سلاح و حتی گروه های قومی تجزیه طلب، همین پر است از انگیزه های قومی، پر است از انگیزه های مذهبی، فرق مذهبی که نمونه های جنگ مذهبی رو شما در سوریه دیدین، شما در عراق دیدین، شما در یمن میبینین و دیدین که در واقع بخش عمده از این کشورهای دارای سابقه درخشان تاریخی مانند ایران رو نابود کرد و تبدیل کرد به ویرانه ها. بنابراین این نگرانی وجود داره که از یک طرف خصومت ایران با غرب و این دشمنی ریشه دار یا نزدیک به 40 سال دشمنی و رقابت ستیز با غرب و با اسرائیل، روابط پرتنش و تنش آلود و همراه با برخوردها گاهن با کشورهای عربی به صورت مشخص مثلا عربستان غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس البته، و وضعیت که اکنون در افغانستان وجود داره این نگرانی رو به وجود میاره که انگیزه های زیادی وجود داره برای این که فی الواقع ایران رو هم تبدیل کنن به کشاندش ها به جنگ داخلی و به جنگ های قومی، جنگ های فرقه‌ای، جنگ های قومی و فرقه‌ای خواه ناخواه انگیزه های تجزیه طلبانه را تحریک میکنه و حداقلش اینه که سخن از تجزیه ایران سخنی آسانی نیست. این یک واقع تجزیه ایران واقعیت در دسترس نیست.
اصولا تجزیه واقعیت در دسترس نیست با آسانی و بیشمار عوامل و اراده ها بستگی داره و توان های بسیار گزاف سرسام آور بستگی داره و خشونت های بسیار فیصله کننده و در واقع بینهایت خشونت های غیر متعارف ضرورت داره. اینا چیز آسانی نیست، اما این متفاوت است، واقعیت تجزیه متفاوت است با انگیزه هایی که برای تجزیه یا ممکنه جنگی که بر سر تجزیه در جریان آغاز شود یا در واقع دامن زده شود. من به اون خاطر فکر میکنم که باید نگران باشیم، به خاطر اینکه ایران جز کشورهایی است یا در واقع ثبات سیاسی در ایران، رفاه و آسایش در ایران، پیشرفت ایران به دلیل اینکه منافع بخش از منافع حیاتی بخش های عمده از جامعه افغانستان با ایران گره خورده است و پیوند نزدیک داره با ایران به عنوان همسایه فوق العاده مهم و تاثیرگذار ما، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی و آموزشی، هم از نظر سیاسی، برای ما شما فوق العاده خواهد اهمیت داشت. بنابراین ما باید نگران تحولات در ایران باشیم و سمت و سوی تحولات در ایران قاعدتا به صورت مستقیم بر زندگی ما و بر سرنوشت ما و بر وضعیت ما تاثیر داره. پس استاد بیایم بعد و تبعات پس از این سوال که به تبعات تحولات در ایران بر افغانستان یا در کل کشورهای منطقه، پس از این سوال که ایران تاریخی که شما ازش صحبت میکنید یا رجعت به تجربه های سیاسی و فرهنگی ایران تاریخی که صحبت میکنید، آیا این به مثابه یک راه حل هم به نفع مردم ایران هست و هم به نفع مردم منطقه؟ چون طبیعتا وقتی ما از ایران تاریخی صحبت میکنیم یک جغرافیای وسیع را در بر میگیره که مطلقاً باید وقتی یک کشوری با اتکا به اون پیشینه تاریخی میای یک نظم سیاسی نو را تشکیل میده، خب باید تاثیرپذیر باشه، که افغانستان هم جزئی از این جغرافیای تاریخی است. خب به صورت حرفه‌ای این بحث از یک منظر دیگه قابل طرحه که فکر میکنم الان مجالش نیست، اون تاریخ نویسی ایرانی. تاریخ نویسی ایرانی دوچار این ایراد بوده که کل میراث این حوزه را به نام خود نوشته، کل این حوزه را از بخارای تاریخی، بلخ تاریخی تا غزنین تاریخی تا سیستان تاریخی، چیزهایی که امروز مرو تاریخی، خجند و خوارزم، همه این یک مسئله یه که به هر حال یک نوع ناسیونالیسم یا تحت تاثیر ناسیونالیسم حاد ایرانی، یک نوع تاریخ نویسی که در او میل به تملک و تصاحب یک میراث مشترک یک حوزه وجود داشته، این یک مسئله متفاوته. اما تبعات فرهنگی این مسئله برای ما کم نیست، به خاطر اینکه چند چیزه. یک، خراسانی تو اگر شما به تاریخ خیلی دور هم نروید، برگردین به تاریخ متأخرتر، خراسان تاریخی از چهار رکنی که خراسان تاریخی داشته، یکیش در ایران امروز نیشابور شما مرو داشتین، بلخ داشتین، مثلا بخارا را داشتین، مرو مثلا نیشابور را داشتین. مسئله این نیست، دولت های ملی سبب شد که یک حوزه تمدنی کلان، حوزه مشترک تقسیم شد، تقسیم شد به دولت های ملی گوناگون، با علاقه اون دتن مبنای آن هم علایق قومی و افغان گوناگون. با دوزبک ها یک قلم را قزاق های طرف، افغانستانی ها یک حوزه و و این مسئله این نیست. مسئله اینه که امروز این حوزه در کلیتش دچار محنته. آسیای میانه به دلیل قرار گرفتن در قلمرو نفوذ امنیتی و سیاسی و اقتصادی روسیه به نوع ثبات و آرامش نسبی برخورداره، اما بیرون از این قلمرو حوزه های دیگه که به یا تکه های دیگه این میراث تاریخی یک نوع سرنوشت پرآشوب و متزلزلی داره، یک نوع تقدیر دهشتناکی داره. امروز نه از بلخ تاریخی نام و نشان و عنوان و اثری هست، نه از غزنین تاریخی، نه از سیستان تاریخی، و امروز ما در کشور در واقع با نیروی طرف هستیم که یعنی نوع بدوی ترین نیروی تداعی کننده حضور، بدوی ترین نوع یا وقمانده ترین نوع نیروی که شما در جامعه ما هستیم سراغ داشته باشیم. این متفاوته. در تمام این سالهایی که کشور افغانستان به لحاظ داخلی دچار مشکلات بوده، هم از نظر فرهنگی و در لابلا هم از نظر آموزشی، ایران نقش محوری و مهمی را بازی کرده در این سالها برای جامعه افغانستان. شما برگردین به دانشگاه های افغانستان، به کتابخانه های افغانستان،
بخش عمده یا در واقع بالاترین میزان آثار و متون و منابعی را که ما در دانشگاه ها و در کتابخانه ها و در مراکز علمی فرهنگی داشتیم، به چاپ ایرانه، ترجمه ایرانه، تولید ایرانه، در نتیجه هر نوع تزلزل در این حوزه برای خاص فرهنگی برای ما شما آسیبه، برای ما خسارته. این یکی. دومیش اینه که در طی این سالهای آشوب و محنت که ما در افغانستان داشتیم، چی جنگ در برابر روزها، چی دوران جنگهای داخلی، فروپاشی اقتصادی کشور، میلیون ها انسان در واقع در ایران پناهنده شدن و مردم ایران، جامعه ایران، حکومت ایران برغم دشواری ها و گرفتاری های که خودشان داشتن، درگیر جنگ بودن، با غرب رویارویی بودن، با انواع فشارهای اقتصادی و سیاسی و نظامی و امنیتی مواجه بودن، میلیون ها انسان در کنار اینها در این جامعه زندگی کرده، کار کرده. بنابراین یک بخشی از زندگی و اقتصاد افغانستان به صورت فوری به جامعه ایران و به ملت ایران و به ایران وابسته است. همین اکنون ماجرا. در وضعی که فعلی که شما دختران نمیتونه در سرزمین مادری و پدریشان که مثلا در مکتب روند، حق کار و تحصیل رو ندارند، هزاران دانش آموز دختر و پسر و هزاران دانشجو یا صدها هزار دانش آموز و هزاران دانشجو در مکتب ها و دانشگاه ها و نهادهای آموزش عالی ایران مسئول تحصیل هستند و فرصت پیدا کردن. یکی در تحولات اخیری که در افغانستان بعد از 15 آگوست اتفاق افتاد و خروج آمریکایی‌ها، بخش عمده از انسان ها به سمت ایران مهاجرت کردن برغم اوضاع سخت و تلخی که در ایران در جریان است. بنابراین تحولات ایران چی از نظر سیاسی، چی از نظر به خصوص از نظر فرهنگی و آموزشی و از نظر اقتصادی و امنیتی مستقیما بر ما تاثیر داره. شما این رو میفهمید که رفاه، ثبات، دموکراسی و بسیار از مسائل ماهیت و سرشت منطقه‌ای دارد، ماهیت و سرشت حوزه‌ای دارد. ناآرامی ایران و بی‌ثباتی در ایران کل منطقه را درگیر بی‌ثباتی ناآرامی می‌کند و تبعات این نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه یک چیز بسیار مشهوده. همین امر نگران کننده است. بنابراین خلاصه اگر کنیم به لحاظ تبعات این میشه که هر نوع تحول چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی، چی در امروز و چی در فردای ایران، مستقیما بر ما از ابعاد گوناگون و جهان گوناگون تاثیر داره و برای ما اهمیت حیاتی داره، به خاطری که منافعی را که ما با ایرانی ها داریم منافع حیاتی است. بعد استاد شما از تغییر وقتی صحبت میکنین، تغییر مثبت، تغییر منفی در جمهوری اسلام در ایران، منظور شما دقیقاً چی هست؟ وقتی میگیم یک تغییر منفی یعنی میگیم که تجزیه، تغییر مثبت یعنی چی؟ و فرض کنید که ما خوشبین باشیم به این که برای مثال ناعقلانیت، فریب، تزویر و استبداد را فی المثل نظام سیاسی ایران کنار بگذارن، به مرحله برسه که فی المثل این پیمانه از عقلانیت و خرد در اینها وجود داشته باشه که وضع موجود را درک کنه که اول وضع موجود قابل دوام نیست در حاضر. این در واقع خیلی روشنه که وضع موجود قابل دوام نیست. بنابراین درک کنه که وضع موجود قابل دوام نیست و برای بیرون رفت از وضع موجود یک نوع برنامه تغییرات و اصلاحات را اعمال کنه که بسرعت مسالمت آمیز و بدون این که انگیزه های دیگر در واقع درگیر ماجرا شما از فرصت استفاده کنه، جامعه ایران را آرام گذار بده به نظام مسئول پاسخگو و دارای نهادهای کارآمد و مؤثر که بتانه زندگی، معیشت، آزادی های مورد نیاز بلخواست آزادی های اجتماعی گوناگون تأمین کنه. از شما نشانه های یا ظرفیت چنین چیز میکنه؟ اگر چنین اتفاقی در ایران اتفاق بیفته که وضع موجود به یک ثبات پایدار ختم شود، این طبیعتا به نفع کل منطقه و صورت مشخص به نفع مردم افغانستانه. اما اگر تحولات به سمت منفی حرکت کنه، برای مثال این آشوب فی المثل اعتراض ها دوام کنه، پاسخ عقلانی و درخور و انسانی دریافت نکنه، رفتار حاکمیت با مطالبات شهروندی مسئولانه نباشه، در او صورت ما همچنانی که قبلا عرض کردم انگیزه های گوناگون و ظرفیت های گوناگونی بیرونی وجود داره و داخلی وجود داره که جامعه ایران رو ببره مثلا که جنگ داخلی مثلا که خشونت گسترده، اینها بر ما تاثیر منفی میگذاره و طبیعتا برای ما عموم میزانی که بر جامعه ایران پیامدهای و ایرانگر خور کننده داره، برای ما هم پیامدهای حالت اول را شما ظرفیت چنین چیزی را در نظام فعلی جمهوری اسلامی میبینید؟ چند نشانه وجود داره که ناامید کننده است.
یعنی سبب میشه که خوشبین نباشیم. اول مسئله اینه که در طی این سالها شما اگر فیلم مثلا در لابلا به تحولات ایران نگاه کرده باشین، حداقل به ندرت مورد را میتوانیم پیدا کنیم که فیلم مثلا حاکمیت در برابر این مطالبات پاسخ داشته باشه. من چند نمونه را عرض کنم برای شما. سالهای سال است، برای مثال از نامه‌ای که کیان نوردین کیانوری دبیر کل آخرین دبیر کل حزب توده ایران برای مثال برای مقامات اول ایرانی ها نوشت، از شکنجه و ظلم و ستمی که در زندان ها جریان داره، این یک مورد نبود. خاطر خاطر نویسی بسیار کسایی که سالها در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده بودند حکایت های بسیار دردناک و انسانی بیرون آمد. نمونه بسیار روشنش که با تصاویرش منتشر شد به صورت چیزی به نهایت دهشتناک، بازجویی از متهمان قتل های روشن فکرها در ایران بود که شما الان هم میتونید مشاهده کنید. یا مثلا در پرونده ترور دانشمندان اتمی ایران ده ها نفر بیگناه شکنجه شدند که ترور این دانشمندان را به عهده بگیرند به عنوان عامل اسرائیل در حال کنهای ساحل معمولی بودن. اما در تمام این موارد شما هیچ وقت ندیدیم که به صورت علنی حکومت ها، حکومت ایران، نظام سیاسی ایران اقدام کنه به رسیدگی به این مسائل و اینها را در واقع یک بررسی منصفانه و عادلانه کنه و برسانه به یک سرانجامی که به مردم و افکار رو میاد پاسخ قانع کننده بدن. اینها به جای این کارها خود راحت کردن به اثری که ارجاع به این که تبلیغات مخالفین است، تبلیغات فیلم مثلا رسانه های خارج برون مرزی هست، رسانه های معاند است و در نتیجه از مسئولیت فرار کردن. اینو به عنوان یک نمونه عرض میکنم به این دلیل که فرار از مسئولیت و پذیرش مسئولیت در جامعه ایران به ندرت اتفاق افتاده که نظام سیاسی شهامت اینو داشته باشه. مانند بسیار از نظام های سیاسی در منطقه دیگر در منطقه شهامت اینو داشته باشه که مثلا مسئولیت بپذیرن و پذیرش مسئولیت اولین گام و حیاتی ترین گام برای برداشتن گام های اصلاحی و تغییر وضعیت هست. این نشانه ها رو وقتی شما کنار هم بگذارین نشانه های ناامید کننده ایه. یکی دوم مشکل دوم اینه که حکومت موجود یا نظام سیاسی موجود سرمایه اجتماعی یا همون اعتماد را از دست داده. بنابراین در جایی که میان حاکمیت مردم سرمایه اجتماعی به نهایت کاهش پیدا میکنه، قانع کردن افکار عمومی به نهایت کار سخت و دشواریه. در شرایط موجود ممکن بخشی یا لایه‌های از افکار عمومی در جامعه ایران تبلیغات های رسانه های بیرونی رو براحتی بپذیره، برایشان باورپذیر باشه تا پذیرفتن سخن بیان و دیدگاه هایی که از داخل رسانه های رسمی حکومت مطرح میشه. منظورم اینه که یک حرکت اصلاحی گذار موفق زمان امکان پذیره که میزان از سرمایه اجتماعی وجود داشته باشه و نظام سیاسی در ایران دچار زوال سرمایه اجتماعی هست، بر همون پیمانه این جامعه دچار سرمایه معنوی هست. بنابراین این نشانه ها نشانه هایی هست که سبب ناامید میسازه. بعد بیایم استاد در حوزه افغانستان، وقتی ما فرض را بر این بگذاریم که ولایت فقیه پایان اسلام سیاسی شیعی هست، بعد بیایم در افغانستانی که طالب آمده حاکم شده به عنوان یک گروه که برآمده از اسلام سیاسی اهل سنت است، تا چه اندازه ظرفیت ها را در داخل جامعه افغانستان شما میبینید یا نشانه هایی که مردم الهام بگیرن از خیزش سراسری مردم در ایران بر ضد یک نظام سیاسی که مبتنی بر اسلام سیاسی هست؟ بسیار طبیعی هست. من وقت عرض میکنم که مثلا شما وقتی از مبادی شروع کنید، از نقاط شروع، خب طبیعتا این اسلام به عنوان یک رای حل در جهان عرب مطرح شد و کشانده شد به بخش های دیگه جهان اسلام بیمانه. خب بخش عمده از گروه های سیاسی در داخل افغانستان تحت تأثیر انقلاب نظام ایران به وجود آمد و حتی با ایدئولوژی همین نظام در واقع وارد منازعات مسلحانه و درگیر کار شد. این طبیعی هست. وقتی که ما عرض میکنم که مثلا دو راه حل یا دو قرائت متفاوت از اسلام بیمانه راه حل، یک قرائت شیعی بود که منجر شد به تأسیس جمهوری اسلامی و به نوعی
تأثیرگذار بر کل جامعه شیعی در کل دنیا، اثرگذار بر کل جامعه شیعی در کل دنیا کم و بیش. این طرف روایت اهل سنت از اسلام به این مالیت مایه هست. این منجر شد به این که شما در حداقل نمادهای فعلی یا تبارزهای فعلی از زیر شما در داعش میبینین، در گروه در امارت طالبان میبینین و در گروه های جهادی که وجود داره کم و بیش کوچیک و بزرگی که مؤثر هستن وجود داره. این همه طبیعیه که تحولات در ایران وقتی که فی الواقع به این نقطه برسه که دیگر این نظام سیاسی رای حل نیست، توانایی حل مسائل جامعه ایران را نداره، مدنیت ساز نیست، معنویت ساز نیست، نمیتاند جامعه کنونی ایران را، مطالبات نیازهای کنونی جامعه ایران را برآورده سازه و پاسخ نداره به مسائل امروز ایران و حرفهایی را تکرار میکنه که تکرار اون حرفها نه تنها مشکل را حل نمیکنه که مشکل را پیچیده تر میکنه، برای مسائل تازه، مسائل هردم در حال تغییر و سیال پاسخهای تکراری و کهنه را میکنه. طبیعتا این انگیزه های سیاسی در گروه های سیاسی شیعی را که به لحاظ ایدئولوژی وابسته بودند ضعیف میکنه و گروه و جو اهل سنت را هم متوجه این میسازه که واقعیت‌های اطراف درنگ کنه و به سرنوشت رای حلفایی که مطرح شد و در این هست و در تا یک قرن یا دو قرن این رای حلفا در فضای ذهنی و طبقاتی مسلمان ها به عنوان کارمان شهر مطرح بود و به عنوان گمشده تاریخی مطرح بود، خود طبیعتا تأثیر گذاره. این چیز بسیار واضحه. همچنانه که جمهوری اسلامی و انقلاب ایران بر منطقه در مجموع و بر افغانستان تأثیر گذار بود، هر نوع تغییر در جمهوری اسلامی بر منطقه و بر افغانستان تأثیر گذار خواهد. در افغانستان هزاره های شیعه با عنوان یکی از تکپاره های هویتی از هویت شیعی در جهان اسلام هست. با فروپاشی جمهوری اسلامی در ایران آسیب هایی را که جامعه شیعه در افغانستان و مشخصا هزاره ها میبینن چی هست؟ من اجازه بدیم که با صورت مذهبی خاص نفهمیم ماجرا را، چون هر نوع تحول در ایران تنها تبعاتش بر هزاره های شیعه مذهب در افغانستان نیست، به خاطر که غیر از ایران امروز کشورهای شیعی زیاد وجود داره. عراق که کشور شیعی بزرگه در جهان اسلام و در نتیجه این متفاوت در وضعیت شیعه هستن، اما به این مفهوم نیست که بر ما تاثیر و بنابراین تاثیر یا نوع ارتباطی که میان ایرانی ها و افغانستان در مجموعش وجود داره بیش از سه که منشأ مذهبی داشته باشن به صورت خاص و دلالت فرقه‌ای داشته باشن، این یک امر تمدنی فرهنگی در سطح کلان ما همسایه هستیم. ما سابقه یک تاریخ مشترک داریم. عرض میکنم که تاریخ یگانه نه تاریخ مشترک. خب وقتی که بگیم یک از ارکان خراسان یکش در ایران و بقیهش فی المثل در جای دیگه هست، این معنی یک حوزه تمدنیه، این چیزی فراتر از مذهبه. اما خب طبیعتا به لحاظ آگاهی سیاسی به صورت مشخص بر جهان شیعی در کل تاثیر گذارد، نه تنها بر شیعان افغانستان یا بر هزاره های شیعه در افغانستان، بل لحاظ گفتمان سیاسی و روایت سیاسی و فهمش از سیاست در کلیت جهان تشکل تاثیر گذار وضعیت در تحولات در ایرانی چیزی طبیعی است. بعد استاد در قسمت تحولات در ایران اگر ما یک نگاه بیندازیم، پس از 40 سال جامعه ایران به این نتیجه رسیدن که او چیزی که مطرح می شد، او چیزی که بر ما وعده داده شده بود، او فعلا این نظام سیاسی آن نیست. بعد اگر فرض را چنان که پیشتر گفتم بر این بگذاریم که جامعه ایران به این نتیجه برسن که این راه حل بر ما نیست، اسلام سیاسی شیعی، ولی در عین حال شاهد فروپاشی و زوال ولایت فقیه در ایران باشیم، بعد یک قسم موازنه قوا در کل کشورهای منطقه برهم میخوره و گروه های تندرو مثل داعش، مثل وهابیت، اینا زمینه برای تاخت و تاز، میدان عملا خالی میشه برای از اینا، زمینه برای تاخت و تاز اینا پیدا میکنن. وقتی من پیشتر به صورت مشخص هزاره ها رو در افغانستان یاد کردم، چون که اینها با فعالیت های سیاسی و نظامی گروه به نام داعش در افغانستان بقایشان در خطره. کلیت ماجرا ما باید نگران اوضاع در ایران باشیم. به لحاظ اشکال مختلف از تبعات منفی ممکن.
چون هر نوع تغییر به صورت موقت سبب یک نوع فروپاشی، هرج و مرج و یک نوع در هم ریختگی می شود و این در چنین فضای گروه های یا اقشار آسیب پذیر قاعدتا بیشتر آسیب می بینه. این چیز واضحه. اما مسئله داعش، این که ما بقای ما از ناحیه داعش در تهدید هست، این جای تردیدی نیست، این یک برکز پوشیده. اما مسئله اینه که بودن یا نبودن جمهوری اسلامی در معادله داعش برای بقای ما خیلی مؤثر نیست. دلیلش اینه که ما یک رابطه سیاسی سیستماتیک از نوع رابطه گروه های دیگری شیعی در خاورمیانه با ایرانی ها نداریم. رابطه ما با ایرانی ها این رابطه با ملت ایران، رابطه با همین حوزه تمدنی و فرهنگی، حوزه میراث مشترک، منظور بیشتر این تا رابطه سیاسی. ما هیچ سالها متفاوت به رابطه سیاسی معنادار میان گروه های شیعی و ایرانی ها از نوع رابطه این که مثلا حزب الله لبنان یا مثلا هشت و شعبی وجود نداره. این یک چیز آفتابیه. این که در افغانستان گاهن دامن زده میشه و این مسائل بیشتر به خاطر یک نوع ابزار حذف، یک نوع برنامه‌سازی هست، یک نوع بر اگر نیاز سود یا فرصت بود برمیگردیم به این دامن زدن به جوهی زیده ایرانی مثلا یا رجزخانی هایی که در برابر ایرانی ها صورت بگیره، شبیه همون رجزخانی ها دامن زدن به روحی زیده پاکستانی هست که بیشتر وطن داران پاکستان ما متمایلن مطرح کنن، ولی در حالی که همه چیزشان به پاکستان و به پاکستانی ها وابسته است، اگر این خانه باشه هیچ چیز نیست. اما مسئله داعش این مسئله پیچیده متفاوته برای ما. ما نباید بقای خود را به بقای نظام سیاسی پیوند بزنیم و طبیعتاً پیوند نزنیم. شما دیدیم که بعد از سقوط حکومت در افغانستان و خروج آمریکایی ها و اینکه افغانستان به تحویل طالب ها داد، افغانستان تحویل طالب ها داده شد، ایرانی ها و با صورت مشخص رسانه های رسمی حاکمیت ایران از طالب ها حمایت کردن، اما رسانه های عربستان برای مثال رسانه هایی که مشخصا حامیان مالیشان و کشور عربستان بود، به عنوان یک از مهمترین کشورهایی که ما قبلا از وهابیت نام بردیم، اینا در واقع تنها رسانه‌هایی بودند که فرصتی سخن گفتن بر علیه طالب و نشر اقدامات ضد انسانی طالب فراهم کردند. این برای ما خیلی مهمه. به صورت کوتاه اگر بخوایم خلاصه کنیم، رسانه‌های مربوط به آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران برای مثال حامی طالب بودند و طالب را جنبش اصیل منطقه می‌دانستند، اما رسانه های وابسته به محمد بن سلمان که مثلا طالب رو کوی تروریستی میتونست واسه می کرد و میکرد و میکنه که چنان خیلی رو باستاب بده. این باید برای ما یک دلالت روشنی داشته باشه که در تحولات سیاسی، در تحولات امنیتی و نظامی، دیگردیسی هایی که صورت میگیره، تغییراتی که صورت میگیره، قاعدتا یک قوم، یک مردم، یک جامعه نمیخوانه بخواه خود به نظام سیاسی. نگرانی را که شما مطرح کردین درست، باید نگران باشیم، اما آیا نگران بودن به تنهایی کافی است؟ نگران بودن صرف منظور من از نگران بودن یک امر روانی نیست. صرف ما باید نگران باشیم، وقتی که عرض میکنم ما باید نگران اوضاع باشیم، به معنی مفهومی که کم و بیش همه بر نوع نیازمند آمادگی برای یک وضعیت متفاوت باید داشته باشه، آمادگی رویارویی شدن با یک فیلم مثلا نوع دیگری از ناآرامی و بحران در منطقه و آمادگی برای مواجهه هم از اون است. بیشتر این چیز روانی نیست که ما صرفا نگران باشیم. مسئله ای را که ما نباید نادیده بگیریم و نباید خیلی راحت از او عبور بکنیم، مسئله زنان است و خیزش یا جنبش های زنان در ایران، تظاهراتی که بر محور یک نام زنانه در ایران شکل گرفته که نمونه های از او را ما در افغانستان هم داریم. چی وجوه مشترکی؟ اول بیایم سر وجوه مشترک این جنبش های زنان در افغانستان و در ایران صحبت بکنیم، بعد چشمنداز آینده این تظاهرات. ببینید، اول مسائل زنان در افغانستان و ایران مانند بسیار از کشورهای منطقه مسائل مشترک و مشابه هست. زنان در این حوزه و در این قلمرو در مجموع مسائل مشابه دارند، با دشواری های مشابه و با میزان کم یا زیاد میزان استبداد جنسیتی مواجه هستند. این در عمومه. وقتی مسائل مشابه باشد، طبیعتا مبارزات زنان در یک کشور یا در یک حوزه فرهنگی مشترک و مشابه الهام بخش. این چیزی واضحه.
اما در وضع فعلی زنان افغانستان با وضعیت زنان در ایران قابل مقایسه نیست. در وضع فعلی زنان در افغانستان از عرصه عمومی به صورت مشخص حذف شده به صورت کامل، اما در ایران به این پیمانه زنان با موانع و محدودیت مواجه نیست. آزادی حق آموزش وجود داره، حق رای وجود داره، حق انتخاب کردن انتخاب شدن البته با میزان محدودیت وجود داره، حق کار وجود داره و بسیار از مسائل دیگه. اما طبیعی است که همچنانی که در کلیت عرض کردم خدمت شما که تحولات ایران از هر نظر بر ما تاثیر گذار هست، طبیعتاً جنبش پیروزی یا در واقع دستاورد خواهی جنبش زنان در ایران بر جامعه ما فوق العاده حیاتی و الهام بخش و مهمه. و در نتیجه مسئله اینه که تا چی میزان میتونه جنبش زنان در ایران یک روایت گفتمان ایجاد کنه، در بست و نشر این گفتمان و در انتقال این به اطراف تا چی پیمانه موفق عمل میکنه، اینا مسائل مهمیه که اگر اونا به فی الواقع در ساختن یک روایت منسجم از مسائل زنان و راه حل احتمالی مسائل زنان موفق شوند، این بر جامعه ما فوق العاده مهمه. اما تا اینجا ای کار حداقل مسئله اینه که بخش عمده از روایت را که شما در جنبش زنان ایران میبینید معطوف به استناد ارزش‌های غربی است و طبیعتاً همچنانی که عرض کردم و حداقل در تجربه یک قرن اخیر این مسئله عمیقا محل تردیده که جامعه های مثل ایران، مثل افغانستان و جامعه های بلحاظ فرهنگی مشابه و بلحاظ ساختاری مشابه و بلحاظ گذشته های تاریخی مشابه آیا اصولا راه حل غربی دارند یا نه، این مسئله مورد استاد این در نکته های یا در صحبت های شما یک چیز را که من متوجه شدم، شما یک خطکشی را بین ارزش های غربی و ارزش های شرقی یا ارزش های جامعه اسلام میایین مطرح میکنین، چی نیاز هست؟ نه ارزش های شرقی، شما نگاه کنین، منظور من این نبود ارزش های شرقی غربی، نه منظور من این نیست. وقتی که میگم ارزش های غربی با صورت مشخص الگوهایی است که شما در فرهنگ غربی خوب ها و بد های هست که شما در فرهنگ غربی میبینید مفاصل فرهنگ غربی است، نه به عنوان یک میراث مشترک انسانی برای مثال یا یک امر انسانی به صورت عام. هر فرهنگی در درون خود ارزش های خاص را تولید میکنه و بسته به توانایی پویایی و بالندگی آن فرهنگ و امکانات آن فرهنگ، ظرفیت های سیاسی و اقتصادی آن جامعه ها، این ارزش ها قابلیت انتقال به جهان های دیگری را داره. برای مثال ما امروز در این جهان به حقوق بشر معتقد باشیم نباشیم، اما حقوق بشر به عنوان یک ارزش اروپایی و غربی و یا ارزش تمدن اروپایی مطرح شده و پذیرفته شده و اونها در واقع از همین ارزش به عنوان یک محمل و ابزار استفاده میکنه. این چیز عمومی است. ما در افغانستان شاهد همین مسئله بودیم و در عنوان یک تجربه زیسته روزمره دیدیم این چنین واقعیت‌های را. بنابراین منظور من اینه که هر فرهنگی در درون خود میتونه مجموعه از ارزش‌های را، خوب و بدهای را، معیارهای برای خوب و بد کردن جهان را تولید کنه و بست بده و جامعه را بر مبنای باور به چنین ارزش‌های و تبدیل کردن چنین ارزش‌های به هنجارها و قواعد رفتاری هدایت کنه، کنترل کنه، نظم بده و مبنایش ها برای ایجاد نظم اجتماعی، نظم فرهنگی و سیاسی. و اما جنبش زنان در افغانستان بر علاوه چیزهایی را که شما یاد کردید پیشتر که وضعیت فعلی زنان در افغانستان متفاوت است از آنچه که زنان در ایران دارن، مشخصا شما از حق کار و آموزش و اینا یاد کردین، یعنی با توجه به این مسئله نمیتوان به جنبش زنان در افغانستان زیاد امیدوار بود با توجه به تحولات اخیر؟ نه، این به معنا نیست که نباید با وضعیت جنبش زنان یا در چشمانداز جنبش زنان در افغانستان ناامید بود. وضعیت در مجموع خود و در کلیت خود در افغانستان ناامید کننده است. این اختصاصی به زن و مرد نداره و چیز عمومی است. ما در واقع به نوع یک جامعه فاقد دولت هستیم. جامعه به دست یک گروه خاصی رها شده که نه دیدگاه روشنی در باب دولت و حکومتداری و نظام سیاسی داره، نه به چارچوب های حقوقی و ساختار های حقوقی معتقد و پابنده، نه به قوانین مزاحنا و هیچ چیز دیگری. این جامعه در واقع رها شده به باب میل افراد مسلح
و این افراد مسلح و گروه های مسلح در کدام قاب مجلس چگونه است و مطابق اون رفتار کنه. بنابراین در وضعیت اکنون افغانستان تنها زنها قربانی نیست، محیط طبیعت قربانی است، حیوانات قربانی است، انسان ها قربانی است، میراث تاریخی قربانی است، سرمایه ها و دارایی های کشور در معرض نابودی است و همه چیز در معرض زواله. این اختصاصی به زنها نداره، اما زنها طبیعتاً خصوصا زنهایی که سرپرست خانوارن، زنهایی که تحصیل کردن، دخترانی که در مجموع از حق تحصیل محروم شدن، آسیب بیشتر میبینند و آسیب پذیرترن و طبیعتا همچنان که بیشتر عرض کردن در تغییرات این چنینی کشورهای آسیب پذیر معمولا بیشترین آسیب میبینند یا گروه های خاص معمولا بیشترین آسیب میبینند. اما این به این معنا نیست که دیگران از این آسیب مسئولند، دیگران در امانند. از یک منظر اصولا قابل قیاس نیست بحث ایران و بحث، یعنی نمیتونه قیاس کنیم، اما تاکید میکنم که هر نوع تحول خصوصا در مورد حقوق زنان، جنبش های زنان در منطقه و بسیار خاص در ایران بر وضعیت زنان افغانستان به صورت فوری و مستقیم تاثیر گذاره. هم شکست ها و ناکامی هایشان، هم بنبست هایشان، هم پیشرفت ها و دستاورد هایشان برای ما مهمه، همچنانی که در کلیتش بر جامعه افغانستان مهمه. بسیار خوب، تشکر استاد از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و صحبت و گفتگوی خوبی بود. تشکر از شما.